سنای استرالیا، سناتور گیوین مارشال از ایالت ویکتوریا، بیانیه درباره قتل عام در کمپ اشرف و گروگان‌های ربوده شده. دولت عراق حفاظتی را که کنوانسیون چهارم ژنو برای اشرفی‌ها به رسمیت شناخته، هرگز فراهم نکرده و نخست وزیر عراق نوری مالکی باید بپذیرد که مسئول عواقب وحشتناک آن است. فراخوان سناتور گیوین مارشال خطاب به جامعه بین المللی و سازمان ملل برای اجرای تعهداتشان نسبت به اشرفی ها و نجات جان گروگان ها. من کشتار 52 تن از ساکنان کمپ اشرف را با قوی ترین کلمات محکوم می کنم و البته می دانم که متاسفانه کلمات من هرگز نمی تواند زندگی را به این 52 تن برگرداند. دولت عراق هرگز حفاظتی را که کنوانسیون چهارم ژنو برای اشرفی ها به رسمیت شناخته فراهم نکرده است. نخست وزیر عراق نوری مالکی باید بپذیرد که حکومت عراق در انجام تعهداتش شکست خورده و شخص او مسئول عواقب وحشتناک این رخداد است. گزارش های وجود دارد که گروگان ها ممکن است به رژیم ایران تحویل داده شوند که موجب اضطراب و نگرانی شدید است. من با فراخوان‌های بین المللی برای تحقیقاتی شفاف و واقعی در مورد جنایت علیه بشریت در اول سپتامبر در اشرف هم صدا هستم. این رخداد سبوعانه ما را بر آن می‌دارد تا به این حقیقت تلخ بیندیشیم که اگر واکنشی مناسب در گذشته صورت می‌گرفت، می‌توانست از این رویداد مخوف جلوگیری کند. همکنون نیز عاملان جنایت باید به دادگاه کشانده شوند. سازمان ملل باید بخشی از شرمندگی بیعملی را به عهده بگیرد، در حالی که دو سال پیش ساکنان اشرف با کلیه ضمانت‌های امنیتی بین المللی به لیبرتی منتقل شدند، لکه ننگی برای تعهدات بین المللی است، چرا که به آنها قول بین المللی حفاظت داده شده، ولی اکنون گروگان ها در خطر استرداد به رژیم ایران هستند. در خلال ایامی که تمامی چشم ها به مسئله سوریه دوخته شده بود، ساکنان اشرف در حالی که دستبند زده شده بودند به قتل رسیدند. ساکنان لیبرتی نیز بدون حفاظ و بدون امنیت باقی ماندند. جامعه جهانی اگر وجدانی دارد، نباید در برابر این حملات وحشیانه به مخالفان رژیم ایران در بی عملی و بیهودگی باقی بماند.